به نام خدا سلام وقتتون بخیر از زیباترین مکانهایی که انسان دوست داره اونجا بنشینه و خاطراتی رو توی ذهنش مرور بکنه مسجد بسیار مقدس و دوست داشتنی کوفه است راوی میگه در کنار امیر مؤمنان به عنوان حاکم اسلامی در مسجد کوفه نشسته بودم و شاهد قضاوت های امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن او به عنوان حاکم کشوری با لباسی ساده و مندرس و کهنه نشسته بودند و برای ما صحبت می‌کردند ناگهان شخصی آمد و انگار سؤالی در ذهنش بود یا علی پدر و مادرم فدای شما من از این دنیا تعجب کنم که با این همه فضائل و خوبی که در شما موج میزند ولی از حیث مالی و سرمایه دنیایی چیزی ندارید و که انه دنیا به شما روی نیاورده است اما به دشمنان شما خیلی خیلی فراتر رو کرده حضرت فرمودند تو فکری به حال ما نباش و در فکر امور دنیایی ما مکن تو فکر میکنی که دنیا و مالش دنبال ما نیست و خداوند نمیخواهد آن را به ما دهد این فکر اشتباهی است حضرت سپس دست بردند و مشتی سنگریزه از زمین برداشتند به فرمان الهی ناگهان تمام سنگها به جواهرات و سنگهای قیمتی مبدل شدند و به بهترین نوع جواهرات تبدیل گشتند حضرت فرمود اگر ما دنبال دنیا باشیم همه چیز در دست ماست ولی ما خواستار اینها نیستیم سپس جواهرات را بر زمین ریختند و دوباره همه سنگ ریزه ها به سنگ عادی مبدل شدند سلام و درود خدا بر اون آقایی که در قدرت کامل و تامه بود اما دل بر این دنیای فانی نبسته بود باز هنگام نماز آمده از موقع راز و نیاز آمده از گوش کن میشه نویبانگ از خوش آهنگ, عزا. آهنگ عزا. از آهنگ از آ مهربان داور ما منتظر است مونس یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به دمی دل به خدا کن میخواند بهترین کار تو را میخواند بهترین کار تو را میخواند بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند جان و خرد سلام وقتتون بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه بر بال ملائک و امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین در این لحظات بسیار دوست داشتنی در نیم روزی که ما توفیق حضور محضر شما پیدا کردیم خدا رو بابت این نعمت سپاسگزاریم و از حضور شما پای گیرنده هاتون و دیدن این برنامه کمال سپاس و تشکر رو دارم امیدوارم که امروز هم به لطف و عنایت حضرت دوست رقم بخوره به اون گونه ای که بتوانیم پرتوان و زیبا محضر شما باشیم کلامی که بر سر زبان جاری میشه اول منفعتش به ما و به شما هم برسد سپاسگزار چشمان زیبای شما هستم اولین بخش رو تقدیم شما خوبان میکنیم بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل من جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهیده. برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از میراس پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید نصیبشان را بپردازید خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است صدق الله خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون بدترین و خرابترین جمله ای که میتونه روح ما رو آزار بده و جلوی حرکت ما رو بگیره اینه که آقا فضا خرابه من هم نمیتونم کارم رو درست انجام بدم یا به نوعی منم خراب شدم این حرف حرف غلطی است اگر هوا و جو و اوضاع اطراف ما سرد بشه آیا ما با سردی خودمون رو وفق میدیم یا اینکه در برابر سردی یک سری مسائل ایمنی رو انجام میدیم یعنی لباس گرمتر میپوشیم فضای خونمون رو گرمتر میکنیم یا اینکه نه خودمون رو به قول قدیمی ها وا میدیم و اجازه میدیم سرما ما رو خشکمون بکنه طبعا در برابر سختی های اون هوای سرد خودمون رو ایمن میکنیم پس اگر یک جامعه خرابه اگر یک جامعه تنبله اگر یک جامعه ای رو فساد گرفته از هر نوعش اخلاقی افتی یا موارد کاسبی هر کدوم سعی میکنیم در برابر اونها خودمون رو بیمه بکنیم اگر نمیتوانیم دست یکی دیگر رو هم بگیریم اون رو از این فضای سرد و خشک و ف... فاسد جدا بکنیم اقل خودمون رو بیمه میکنیم و در برابر اون مباحث و احتیاجاتی که نیاز هست و ما رو محافظت میکنه و سپری برای ما میشه انجام میدیم وقتی یک جامعه خراب و فاسد شد ما تمرینات تقواییمون رو بیشتر میکنیم امام صادق علیه السلام میفرمایند که زیباترین لباس لباس, لباس تقواست تقوا هم به معنای پیشگیری هم به معنای خوبتر شدن یعنی هم جلوی ورود شیطان و وسوسه هاش رو میگیریم و هم از این طرف مضاعف تمرین میکنیم تا جلوتر هم برویم نه اینکه در جا هم بزنیم به بهانه اینکه جلوی ورود شیطان رو میخوام بگیرم پس هر دو عمل رو انجام میدیم نکته بسیار مهم اینجاست که ما توی دنیا نباید در جا بزنیم چون فرمودن مورد لعنت و به دور از رحمت الهی است کسی که امروزش مانند دیروزش باشه همواره باید رو به جلو باشیم و ما اینها رو در کلام معصومین دریافت سلام و درود خدا بر یکی یک که معلمان بشریت چارده نوری که در آسمان ها حول عرش الهی میچرخیدند خدا بر ما منت گذاشت و اونها رو به زمین عرضه کرد و ما شدیم شاگردان مکتب این خانواده جسم تو توی مزن ها زیر تو همه ما سوا ای جونم علی ای جون ریز خار تو همه کبریا ای وون تلات پر برو بیا ای جونم عملی یه روزی میرسه به هوای تو سرمو میدم آقا برای تو میام و میشم خاک پای تو ایدم یه روزی میرسه به هوای تو سرم میدم آقا برای تو میام و میشم خاک پای تو ایدم سرم, تو پای تو سرم روی پای تو میذارم مثل بارونا میام و می چه جوری بگم دوست دارم ایدم وزن الله نور الله سر الله وجه الله هیدا وزن الله نور الله سر الله وجه الله هیدا روح الله عین الله اسد الله ولی الله هیدا روح الله این ما حاوی مطالب بسیار مهم و رویدادها بسیار با ارزشیه من جمله فردا ان الله یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام رو داریم که نشان میده به من و شما وقتی پشتت به یک قدرت الهی گرم باشه از هیچ چیزی ترس نداریم حالا خیلی نمیخوام در رابطه با مباهله صحبت بکنم انشاءالله فردا مهمان منازل شما که شدیم پیرامونش صحبت خواهم کرد اما نکته درسی که میشود از واقعه مباهله بگیریم مطلبی که الان میخوام تقدیم شما بکنم و انشاءالله با کارشناس عزیز امروزمون هم همراه خواهیم شد دل به قدرت لایزال بدهید ما متاسفانه توی زندگی های امروزمون خیلی وقتا برای اینکه اموراتمون حل بشه فکر میکنیم با دوستی و دل دادن به یک سری افرادی که خودشون هم قدرت ناقصی دارند و شاید مال دو سه روزه منصبشون هست تلاش میکنیم خودمون رو قوی جلوه بدیم توی جامعه حالا یا قوتمون از جهت مالی است یا قوتمون از جهت منصبی است یا بعضی ها هم قرب بازوانی میشوند که بازم از جای دیگه ای نیروی گرفته اما اونهایی که به خداوند متعال دل میدهند اینها قدرتشون همیشه گیست امور دنیا یک قانون کلیه دوستان من امور دنیا مال محدوده دنیاست و پایان میپذیره جسم ما مال این چند روزه ای عمرمونه به هر حال تمام شده نیست من اگر فکر میکنم قدرتی دارم زیبایی دارم هیکلی دارم بازوانی دارم بدانم که یک دوره کوتاه اینگونه کوتا این گونه است اینی که خداوند به هممون اجازه میده یک طول عمری رو تجربه بکنیم یعنی کودکی خودمون رو ببینیم کودکی فرزندانمون رو هم ببینیم بعد پیر شدن خودمون رو ببینیم بزرگ شدن فرزندانمون رو ببینیم دوباره پیر شدن اونها رو هم بعضا میبینن به عنوان پدر بزرگ ها و جد همه اینها درسه خدا داره لحظه به لحظه به من میگه که فلانی حواست باشه تو اگر الان در یک جایی هستی فردا اینجا نیستی ها مسیر داره میره جلو الان اگر پشت این میزی فلانی فردا این میز از آن تو نیست یا دیگه لیاقتش رو نداری یا توفیقش رو نداری یا قدرتش رو نداری هر سه حالت نمیخوام بگم که یا اینکه مردم تو رو عوض میکنن به عنوان انتخاب پس حواسمون باید باشه دل به مباحث دنیایی که محدود است و کوچک است ندهیم اما شما ببینید آدمهای کوچک از جهت سن از جهت تیپ از جهت نمیدونم هر چیزی که فکر بکنی شاید نسبت دنیاییش خیلی کوچیک کمه اما چون وصل به یک قدرت الهیه ابد و دهر میمانه یه مثال دینی بزنم یزید علیه لعنت و العذاب پدرش معاویه علیه لعنت و غاویه. برو همینجور بالاتر عمر سعد ابن زیاد و اینهایی که حالا در آستانه محرم هستیم و اسامیشون رو زیاد میشنویم اینها به حسب ظاهر خودشون خیلی قدرت داشتن بالای سی هزار تا لشکر از اونا تبعیت میکرد و فرمان میبرد اما قدرتشون چون مال دنیا بود و اون فتره و اون مدت کوتاه وقت خودشون بود تمام شد الان کجا اما قربونش برم آقا سید و علیه السلام اصلا نگاه دینی هم نداشته باشیم ها امام حسین به حسب ظاهر در کربلا به شهادت رسیده خونی از ایشون به ناحق روی زمین ریخت دیگه آزاد مردان عالم اونایی که تفکر آزادی دارند کاری به دین ندارم ها بر این باورن که امام حسین رو مظلومانه سی هزار نفر مقابل هفتاد دو نفر کشتن این هنری نیست اما اینجاست که پیروزی خون بر شمشیر رو میشه فهمید الان ابا عبدالله حسین علیه السلام کجاست تو چه مقامیه تو چه جایگاه اجتماعیه در کجای وجود انسان ها قرار داره اما یزید کجاست کاخش کو قدرتش کو خدم و حشمش کو مقبرش الان کجاست اصلا چندتا سوریه رفتید معاویه کجا خاک شده عمر سعد اصلا کو دیگران کو ابو سفیان ابو لهب و امثال اینها ولی که نگاه میکنی یه حرم داره دل آدم رو دیوانه خودش کرده هرچه معرفت و شناخته اون هم بیشتر دیوانه تر در برابر او وجود نازنین نا رسول الله که این همه سختی دیدن یه گمد خزراش با دل آدم بازی میکنه اسمش تن آدم رو میلرزونه مردم جمله پیامبرمون رو در دل قار میخوام یک بار دیگه به زبان بیارم و تذکر به نفس خودم بدم و تذکر برای شما به خدا دل بده مادامی که خدا با ماست ترسی بر ما چیره و مستولی نیست ان الله معنا لا تخف ان الله معنا خدا با ماست و این نکته رو هم بگم تو پرانتز پیامبران دیگر اشتباه کردند گفتند ما با خداییم ولی پیامبر درست گفت خدا با ما اگر خدا هوای ما رو نداشته باشه ما با خدا بودنمون هیچ معنی نداره این رو من میگم خدا با ماست و خدا که با بندش باشه همه جوره حفاظتش میکنه جان عالم به فدای این آقای این خدای مهربونه دوست داشتنی مردم راه رو گم نکنیم اگر چراغ روی ما و مرکز هدایت ما بشود خدا و اونهایی که خدا خاطرشون رو میخواد یعنی که یعنی اون چارده نور مقدس مطمئن باشید پیروزهای روزگار خواهیم بود خیلی دوستتون دارم دعا کنیم به جان امام زمان و انشاءالله با کارشناس عزیزمون همراه خواهیم شد Jatahnaan al Hasan, Salawat

سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و امیدوارم که لحظات خوبی براتون رقم بخوره ثانیه سانیتون رنگ و سبقه الهی داشته باشه در خدمت استاد گرانقدرم جناب حجت الاسلام وافی هستیم با مباحث نظام خانوادگی محضرشون سلام و عرض ارادت مجا سلام دارم. علیکم السلام و رحمت الله منم خدمت شما و همه بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک ایام در ایام پرترافیکی از لحاظ مناسبت ها قرار داریم خب ایده قدیر گذشت تولد امام کاظم علیه و السلام این ایام ایام نزول سوره حل نزول آیه تطهیر خاتم بخشی امیرالمومنین و نزول امیرالن. آیه ولایت انما ولیکم الله مثل فردا روز مباهله ان که برکات این روزها بر همه ما نازل بشه و امیرالنی. نهایت بهرهمندی رو از اعمال و آداب این روزها داشته باشیم و آماده بشیم انشاءالله شاء الله روحمون آماده بشه برای به استقبال محرم رفتن و شستشو دادن روح و جانمون با عشق بر آقا عبا عبدالله علیه السلام بس. بسیار عالی خیلی ممنون و انشاءالله درس هایی رو که در طول مسیر مباحث مانند محرم هست رو بگیریم حالا چون بحث ما بحث خانواده است توی خانواده هامون شرکت بدیم و رنگ ها به ظاهری برنامه های زندگیمون تغییر بکنه حسینی و الهی بشه انشاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه گفته بوی قبل جلم آی موسوی همطوری که بیرندگان مستحضر یه دو جلسه داریم درباره باری محریه صحبت میکنیم بله این جلسه هم چند تا نکته هست من ادامه بدم و وارد مباحث دیگه بشیم انشاءالله نکته اولی که به بر بخش اول بیان کنم اینه که چرا ما این همه گفتیم و شنیدیم مهر پایین این کسی نیست که نشنده باشه که در اسلام مهر پایین سفارش شده مهر سنه ولی عملا روز به روز در حال افزایش مهریه ها و مشکلات ناشی از این بالا بودن مهریه ها نکته ایمان بر از خدمت شما اینه که یک امری که میخواد در جامعه ترویج پیدا کنه نیازمند فرهنگسازیه به قول امروزی ها. یعنی در اثر تبلیغات این امر رو نهادینه کنن و به صورت یک امر پسندیده در بیاد ببینید ما اصطلاحی داریم که همه شنیدید امر به معروف نهی از منکر از فروع دین هم برشمرده شده چرا نفرمودن امر به واجبات و نهی از محرمات امر به واجبات نهی نه از گناهان خب معروف همون واجبات منکر همون گناه و معصیته یه نکتهش میتونه این باشه که معروف یعنی امر پسندیده شناخته شده منکر یعنی امر ناپسند ناشناخته این تعبیر میخواد اینو بگه که واجبات و امور راجه دینی باید در جامعه پسندیده باشه یعنی جا افتاده باشه به صورت یک چیز کاملا مورد شناخت پسندیده و عرف در اومده باشه بلد. حتی توی آیه قرآن به جای وعمر بالمعروف داره وعمر بالعرف توی سوره لقمانه یعنی اون چه که نزد خدا به نحو واجب یا مستحبه باید عرف جامعه شده باشه و اون وقت هم از که مؤثر امر به معروف نهی از منکر این منکر اشاره داره به اینکه گناه باید در جامعه اسلامی یک عمل منکر ناپسند و اصلا ناشناس یا یعنی دروغ بلد نیست مثلا نمیدونه دروغ چیه مثلا خب باید اینجوری بشه که کسی ندونه این گناه اصلا چیه تا بخواد بره چی سراغش و برعکس واجبات و اطاعات خدا یک امر پسندیده ی عرفی از این من استفاده میکنم که ما باید مهریه رو جا بندازیم نهادینه کنیم کم بودن مهریه رو و سایر اموری که تا این تو این یک در نزدیک سی جلسه بحث کردیم ازدواج آسان ازدواج بهنگام ساده گرفتن اینها به صرف گفتن رایج نمیشه بلکه نمیشه. بلکه زیادی گفته بشه دیگه لوس میشه آقا پس دیگه چه خبره ما صد بار شنیدیم اقل اقل لهن محرم و تبلیغات شما بهتر از من میدونید بینندگان بهتر هم دارن که نقش بسیار بسیاری داره مخصوصا در جامعه امروزی ما هم جنبه مثبتش هم منفیش گاهی یک عمل زشت و بد و و حتی عملی که طبع انسان فطرت انسان ازش اشمعزاز و تنفر داره با تبلیغات اونقدر اینو زیبا جلوه میدن حالا مثال ارز میکنم قضیه همجنس بازی رو تو غرب جوری جلوه میدن که یکی میخواد رئیس جمهور بشه بعد یکی از چیزایی که بخواد مثلا تبلیغات کنه من از همجنس باز... خب با اینکه نفس عمل عمل خیلی پستیه ولی بله. کاری میکنن که کسی بخواد رأی بیاره باید بگه من از همجنس بازا مثلا حمایت میکنم یا مو... از اون طرف امور پسندیده رو میتونن با تبلیغات کاری کنن که این بشه یک عمل بد کسی نتونه اسمش رو ببره یه مثال میزنم در راستای بحثای خودمون جناب آقای موسوی هم سن من و شما اختزا میکنه بیرندگان همینطور در دهه شست فرزند آوری معروف بود بله خب به حدی معروف بود که اگه توی جمع خانم ها یه خانمی مثلا دو تا بچه داشت بعد از مثلا ده سال ازدواج دو تا بچه داشت اگه مطرح میشد کسی این خانم رو نمیشناخت میگفت آقا شما چند تا بچه داری به دروغ میگفت پنج تا یعنی حاضر بود دروغ بگه میگه من دو تا ده سالم که ازدواج کردم بعد دو تا ده سال چهار پنج تا داریم ولی خدا شما حالا این که حاضر بود دروغ بگه برای حفظ آبرو دو تا رو بکنه پنج تا همین خانم همین جنس خانم در همین جامعه ما دهه هشتاد دوباره مثال میذارم توی یه جمعی یه خانمی بعد از ده سال زواج چهار تا بچه داره یا بعد از 15 سال پنج تا بچه داشت اگه میگفتن چند تا به دروغ میگفت یکی دوتا چون اینجا دقیقا برعکس شده بود یعنی الان حفظ شده. آبرو به این بود که اگه بگم پنج تا میگن تو دیگه مثلا چی هستی یه بار شاید توی یک از برنامه عرض کردم یکی از ما رفته بود بله بود. بچه پنجمش شاید پرستار جناب آقای موسوی بعضی ها خیال میکنن این درد دله بعضی ها خیال میکنن این دوران کنترل جمعیت در ایران صرفا این بود که بگن فرزند کم زندگی بهتر یا مثلا تبلیغاتی داشته باشن یا اگر از اجرایی بخوایم بگیم فرزند چارم به بعد و قانونا از مزایای عمومی محروم نه بالاتر از این حرفا کاری کردن که این عمل بد بشه پرستار توی زایشگاه به یک زن زاو زا حالا قبل از زایمان یا بعد از زایمان باید چی بگه؟ باید دلداری بده باید مهربان باشه تبریک بگه با با تبریک بگه پرستار بله. اصلا این وظیفه فطریشه تو کل دنیا تحصیل کرده که همین کار انجام بده و اصلا فطرتش همین اصلا میکنه اصلا پرستار هم نیزه یه زن زایده یا اومده برای زایمان خب چه بچه اول چه بچه دهمش ده ده اولا به تو مربوط نیست که این بچه چندمشه چه بسا بتونی ما شکایت کنیم از این پرستار خب این چه مربوطه که این بچه چنده میشه این تفتیش در امور شخصی دیگرانه باید. بعدش الان وقتی میگه من بچه پنجممه طرف برگشته گفته مگه تو گربه ای که این باید. همه بچه میزایی این جرمه این جرمیه که البته اون زمان قابل شکایت نبود این جرمه آقا توی به این دلداری بدی تبریک بگی ماشاءالله بچه پنجمته به نمیخوره ماشاءالله خدا احسن چه همتی خب این تبدیل شد به مگه چه گربه ای. این مگه تو گربه ای. این یه جمله عادی نیستا خیلی تو این وقتی که توی پرستار بی... ببین حالا تو جامعه به این چی میگن پرستاری که وظیفش تبریک اینو میگه کسی که وظیفش تبریک نیست کاری کردن با تبلیغات اینم گفتم میخوام تکرار کنم با اجازه شما یکی از دوستان ما تو. الان طلبه است میگفت که من مثلا 7 ساله بودم تازه سواد یاد گرفته بودم کلاس مثلا دوم سوم دو توی فرودگاه میرفتیم با پدر و مادرم دو تا بچه هم نسکی بودن اینو یکی دیگه میرفتیم این اه... چیزی که روش ساک میذارن بیبرن می اسمش چیه؟ هم گاری, گاری که ساک میذارن دیدم روی گاری نوشته فرزند کمتر زندگی می میگفت من تو عالم هشت سالگیم شرمنده شدم گفتم چقدر ما برای پدر و مادرمون زحمتیم چقدر اذیتیم دو تا بچه ایم از این دریافت کرده که من یک بار بر دوش پدر و مادر هستم میگفت تو هشت سالگی احساس شرم به من دست داد خب ببینید تبلیغاتی که رو بچه یه هفت ساله باعث شرم سالی میشه ببینید تو جو جامعه ما چه بلو لذا اگر این بیست سال که گذشت و گذشت دیگه همه ایام می نمی گذشت و الان اسمش اینه که میخوان ورق بگرده چه بسا 20 سال اگر جدی باشن اگر اونایی که میگن پشیمونیم اونایی که میگن اشتباه کردیم و همه دستنگارا اگه واقعا فکر کنم 20 سال دیگه فقط وقت میخواد که این فرهنگ برگرد بلکه دو برابر اون چیزی که تبلیغات کردن کنسل بشه مهریه کم صرفا گفتن نیست این دختر افتخار میکنه به تعداد سکه های مهریش دختری که افتخار میکنه بگیم پنجتا اولا زیره بار نمیره اگرم زیر بار بره به اجبار باشم نمیشم که اجبار کرد چون در نظر قانونی و شرعی حد و اندازه نیست از باب توصیه است ماله. از جهت اخلاقی و اینا که کمتر باشه لذا یه عده باید پیشتاز بشن عرض کردم پولدارا ثروتمندا اونایی که دستشون به دهنشون میرسه اونها موظفن حالا مثلا من طلبه خب من طلبه که بخوام ازدواج کنم دیگه مردم میدونن که این طبع اتفاقا اگه من طلبه یا پس... یا فرزند من بخواد ازدواج کنه میگه خب ماریش سه کس دیگه چیز عادیه اگه من بیشتر بزن... از اینم اگه من بگم هزار سکه مردم تعجب میکنن آقا اون میلیاردر، اون بسیار پولداری که مردم منتظرن که الان وقت عقد که میخوان مهریه رو بخونن بگن مثلا 1400 سکه اون بگه 5 سکه یه آب سردی باشه بر توقعات همه و یکی این یکی اینکه که تو اون فامیل تو اون شرط، تو اون محل دوباره میخوان ازدواج کنن یه فقیرتر یه متوسطتر دیگه روش میشه یا بله. فلانی 14 سکه بود مثلا حتی خواستگارم که می... خواستگارم که میرن یا آقا فلانی 14 سکه بوده حالا شما چند تا سکه میخواید دیگه طرف اصلا روش نشه بگه من 1400 سکه این خیلی وظیفه ثروتمندا رو سنگین میکنه حتما اگه بینندگان ما در بینشون کسانی هستن که حتی اگر بگن هزار سکه بد نیست اونا بکنن پنج سکه چهارده سکه دنبال محروسنم بودم که محر نه چقدره چون 500 که 500 خورده در زمان بقید. ما 500 500 درهمه خب نه. اما 500 درهم یعنی 500 مسقال نقره مسکوک سکه رایج در زمان ما نه نقره و طلا سکه رایج نیست این سکه که میگن این سکه منظور بلد. نیست سکه رایجی که باش معامله می‌شه 2 تومانی 5 تومانی در خون این آره این اختلاف نظر زیاده از 10 تا سکه به سکه طلای ما از ده تا سکه بیستا تا نزدیک سی تا هم از کارشناس های مختلف شنیدم ولی چون ده تا بیستا اینا هست چهار سکه خیلی خوبه چهار سکه اتدال رایت شده شما چهار سکه میزنین به نیت محرستان نه دیگه به معروف با کم و زیادش چهار سکه و من از خواندن برخی از روایات محرستان نه دارم به خاطر اینکه خیلی شدیده ولی امروز یکی یکیشو میخونم بسیار از کتاب فاصله بگیریم آره آره. آره. در جلسه در که یک فرهنگی حاکم بشه خیلی نکته به جای رو از آقا فرمودن که طبعا سالهای زیادی طول کشید تا مردم رو بر این فکر و اندیشه بیارن که آقا مثلا فرزند کمتر زندگی بهتر الان اگر قرار است برق رو برگردونن بغده شخصی من لابل صحبت از تا گم شد چند برابر چون همیشه برای درست کردن یک زمین بایر زمان کمتری نیاز داره تا دیواری رو کشید بالا اما اگر یه خرابی به بار اومد تا بیای آوارش رو بردارید و بعد دیواری بسازید چند برابر میشه حالا برای اون فرهنگ خ... سالمی که خراب شد یه زمانی واقعا تعداد بالا قدرت و شرفی بود هم برای مادر بودن هم برای پدر بودن آمدن به هر دلیل و فنی خراب کردن حالا اگر قرار درست بشه توی بحث مهری هم همینه یک زمانی واقعا مهر بالا اصلا مد نبود و نیازی نبود مردم چشمشون به عقلشون تغییر کرد شدند که آقا اون اینو این تعداد گذاشته منم اون تعداد بذارم و خلاصه فرهنگی به هم ریخت امیدوارم که درست بشه یه فاصله تقدیم شما بکنیم سلام مجدد محضر شما و امیدوارم که مباحث و مطالبی که مطرح میشه تأثیر مثبتی رو در جامعه ما بگذاره خیلی ها باور کنید یعنی میدانید نیازی به گفتن مجددش نیست ولی خیلی ها از حول همین مطلب حالا این جمله جمله بسیار غلطی است که کی داده کی گرفته ولی خیلی ها هم به داده یا ندادش کاری ندارن از حول اینکه وای من باید برم یه تعداد زیادی سکه و مهر یک نفر بکنم اصلا پا پیش نمیگذاره برای این امر مقدس از حول مطلب دیگه وای به حالی که بخواد بیاد بشینه سر میز ما ای که حالا باید یه تعدادی رو هم اونجا امضا بکنه متاسفانه ولی کن آرزو میکنیم برگرده به یک سمت و سویی که مردم بخشی از نیازهاشون رو از راه حلال تامین بکنن و این حرف که توی جامعه میشنویم سیانمایی هم نمیخوایم بکنیم این نوع ازدواج در به داغونی که جز گناه برای ما حاصلی نداره و بعد تغییر فضای جامعه ما مردم باور بکنید بحث حلال زادگی و حرام زادگی و اینها فراتره همه دارن به نوعی مریض میشن توی این جامعه قبول کنیم از هم دیگه این جمله رو وقتی یک جامعه هم مریض شد هزاری هم تلاش بکنی برای شادمان کردنش هزاری هم تلاش بکنی برای آسایشش هیچی حاصل نخواهد شد شما چلو کباب تو بیمارستان ها به مریض میدن ولی هیچ وقت لذت نمیبره ولی آدم سالم از اون نون پنیره حالا که گرونتر از کباب هم در میاد از ها از اون نون پنیره بیشتر لذت میبریم ولی وقتی بیماره بهترین غذا رو هم میدن که تقویت بشه ولی هیچ لذتی نمیبره جامعه اگر مریض شد هیچ لذتی اشباهش نمیکنه تو رو خدای مقدار نگاهمون رو درست کن تخدمت در شما هست خدمت شما کردم که در خدمت روایاتی از اهل بیت باشیم در مورد مهریه بسیار غیر از اون روایاتی که مردم زیاد شنیدن یه روایاتی از کمتر بگوشون خورده اولیش در مورد مهرسون است کتابی که در خدمتش هستیم کتاب وسایل و شیعه شما فن بیانتون یه جوری بود که انگار روایات خب، شما نترسید خب <تصفح> روایت اول که در مورد همین مهرسون است مرحوم شیخ آملین به بارات با. از کتب خیلی پرکار برد برای فقه های ماست کتاب وسائل و شیعه جز... کتب اینه. عربعی که نیست نه روایات فقهی کتب اربعه رو جمع کرده ام. وسائل شیعه فزنی. یعنی بس. روایات فقهی کتب اربعه ایشون حسین ابن خالد میگه سأل تو عبل حسن علیه السلام ابل حسن تو روات به نحوه مطلق امام کازم منظوره به امیر میگن امیر المؤمنين. ما سه تا ابل حسن داریم ابل حسن اول و ثانی و ثالث امام کازم امام رضا و امام هادی میگه از امام کازم پرسیدم ان مهر سنه درباره مهر سنه کیفه ساره خمسمه چطور مهر سنه شد پونسد دره هم. قال امام فرمودن ان الله تبارك و تعالى اوجب على نفسه خدا خدای متعال بر خودش واجب کرده به گردن گرفته که الا يكبره مؤمن معت تکبيره و يسبه و معت تسبيه و يحمده و معت تحميده و يحلل له معت تحليله صد بار الله اکبر بگه مؤمنی صد بار الحمد لله. صد بار سبحان الله صد بار لا اله الا الله 400 بار هر کس اینو بگه و ختمش کنه به یصلی علی محمدن و الیه مره 100 بارم صلوات بر محمد و آل محمد بفرسه 500 بار یعنی صد 500 تو ذکر تسبیحات 400 تا اینم 100 تا هر مؤمنی که اینو بگه ثم یقول بعدش می‌خواد دعا کنه خب دیگه 500 بار 400 تا تسبیحات فلان می‌خواد یه دعایی کنه خب چه خواسته ای داری عبد من صد بار گفتی الحمدلله صد بار گفتی لا اله الا الله سبحان الله صد بار بر بهترین بندگان من درود فرستادی ثم یقول اللهم زوجنی من الحور این، خدایا به من حور این رو تزویج کن هر کسی این کارو بکنه الا زوجه الله حورا عینا و جعل ذالک مهرا خدا همون زمان یک حوریه به ازدواج او در میاره و این 500 ذکر را مهر اون حوریه قرار میده خب این چند تا ذکر بود؟ 500 تا بعدا حضرت فرمودن سم اوحل الله الى نبیه سپس خدا به پیغمبر خودش صلی الله علیه و آله وحی کرد که ان سن مهور المؤمنات خمس درهم ای پیغمبر مهر مؤمنات رو 500 درهم قرار بده این قرار دادن مستحبیه قرار شد مم. که واجب نباشه ففعل ذلك رسول الله هستم اعلام کرده مهر و سنت کسی میخواد از سنت من تجاوز نکنه به سنت من پایبند باشه مهریش 500 درهم باشه و تمام همسرانشون و دخترشون 500 درهم مرگ کردن جاره بگی ببین پیغمبر نمیگه که 500 درهم مهر کنید دختر خودش بشه 500 هزار درهم نه دختر خودش هم که سیدت و نساء العالمینه 500 درهم تو تب خورده که من رو تب فقال صلی الله علیه و آله ایما مؤمن خطب اخیه خمس فلم یا هرکس هر کس, هر مؤمنی که دختر شخصی رو خواستگاری کنه به 500 درهم بگه من اینقدر وسعم میرسه دخترتو تو برای خودم برای فرزندم خواستگاری میکنم 500 درهم مهریه میتونم قرار بدم فلم یا طرف قبول نکنه بگه نه کمه و استحق من الله الا الله یزوجه حوراء بر خدا مستحق میشه که خدا به این حوری تزویج نه نکنه نه. آقا تو عبد من بنده من خدمت شما گفت من با مهر سنه پیغمبر میخوام دخترتو بگیرم شما ندادی خیلی خوب روز قیامتی هم هست و شما حوریه میخوای از من شما از حوریه محروم هستی خب یعنی کاملا تاثیر داره کار ما در این دنیا خب حالا حوریه تزویج نکنه حتی من فکر میکنم که استحق من الله یعنی چی؟ نه اینکه حالا حوریه به این نمیدن اگه بهشتی بشه ولی مستحق حوریه دیگه نیست اگر قبول کنه مستحق حوریه است یعنی یه حوریه از خدا طلب داره نعم. اگر نکنه تفضلا بشه حوریه بدن دیگه مستحق نیست حوریه هم کنایه از نعمتهای بهشتیه روی حوریه متمرکز نشیم چون تا اسم حوریه برده میشه یکی از اشکالات اینه که آقا زنا میگن آقا مرد حوریه ما چی اولا که یک احتمال در حوریه این است که حوریه نر ماده نداره یعنی مم. به حسب اون بهشتی تنظیم میشه ولی حوریه اینجا ممکنه از کنایه از نعمتهای الهی باشه نعمتهای بنتلیتره. تفضلی میرسه بلی. اما تو دیگه به گردن خدا حق نداری اوجب علا نفسهی بود دیگه خدا به تو بدهکار نیست اما خدا به کسی که دخترش رو به 500 درهم حالا بگو 14 سکه به ازدواج بنده مؤمنی در بیاره به گردن گرفته که منم در قبال این کار به تو تو رو از نعمت های بهشتی بهره من میکنم هل. این یک روایت در مورد مراسم روایت دیگه هم هست که نمی‌خوام بخونم میریم یه بخش از روایت که تالا حالا به گوش کسی نخورده و هیچ وقت هم کسی عمل نمیکنه و اون اینه که عنوان باب اینه که کراهت و دخول قبل اعطاء المهر او بعضه قبل از اینکه شما کل مهر رو به خانم بدی یا حداقل بخشی از مهر رو بدی به اصطلاح عروسی کردن کراحت داره یعنی درسته که مهر بدهیه زنم حالا مطالبه نمیکنه اما شما گفت که در دیزی بازه خب اما شما مستحبه که کل مهرو یا بخشی از مهرو قبل از این که با خانم خلوت کنی به خانم حالا به امروزی به حساب خانم واریز کنی روایتش اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال ازا تزوج رجل المرعه وقتی مردی با زنی ازدواج میکنه فلا یحل له فرجها حتی یسوق علیها شیئا درهما فما فوقه اینجا میگه که اصلا حلال نیست ما تو بعدا از روایتی که میگه که سأل تو ابو عبدالله عن رجل یتزوج المرأه فلا یکون و انده ها کسی ازدواج میکنه نداره چیزی به این زن بده فیت خلوبه ها میتونه با این زن عروسی کنه حسب بودن لا بحثه این ما هو و دینون علیه لها یه دینیست که به گردنش باید بپردازه از این بعد ممشه این لا یهلو لا یهلوی کراهتی آقا تا قبل از این که وارد بشه بر اون زن ای بده حالا یه درهم به نارد. بالا در حد توانش یا هدیه من سابقه یه هدیه بهش بده که بی هیچی نباشه حالا شما چارده سکه بقیده. مر کردی خب یه رو سکه بده این رسم نیست بله. آقا چارده سکه مر کردیم وقتی به قول معروف قدیم مفتن هجله وقتی شب زفاف میشه آقا این رو سکه تقدیم شما این رو سکه احمد. آره بخشی از اون چارده سکه آره. من نخواستم <تصفح> که کلن دست خالی بیام یک هم. نعمتی شما برای ما این هم بخشی از اون مهریه یا حتی عجیبه یک بنده خدایی میره خدمت امام باقر میگه رجل تزوج امراه تن الا ای ها سوره من کتاب الله گفتیم که میشه مهریه تعلیم سوره باشه یه خانم خوش سلیقه ازدواج کرده مثلا سوره یاسین رو بلد نیست گفته مهریه من این باشه که سوره یاسین رو من تعلیم بده خب حالا که این مهریه است قبل از عروسی اول سوره یاسین رو بش یاد بده بعدا عروسی باش بکنه حضرت فرمودن که ما اوهب با ان یدخل یا یدخل من دوست ندارم که این مرد بر این زن وارد بشه حتی یعلم هست سوره سوره رو بهش یاد بده, محرم شدن دیگه عقد کردن ولی عروسی نکردن حالا امروزی ها میگن دوران عقد دوران عقدش سوره یاسین رو بهش یاد بده و یعطی ها شیعن بعد دو سال میکنه یه روایت دیگم بخونم میگه که شخصی... یه شخصی حالا ترجمه میگم یه شخصی ازدواج کرده بود با یه خانمی با مهریه نسیعه یعنی مهری نسیعه بود به قول امروزی اندل استطاعه بود بعدن میخواست بره پیش زنش به عنوان مثلا شب عروسی حضرت بهش گفتن که آقا یه چیزی برای زنت ببر از مهریه گوه آقا ندارم عبای حضرت رو گرفت حضرت به او عبا فر این عبا رو ببر ببارد. که دست خالی نباشی یعنی این مقدار بخشی از مهریه این نکته که به نظرم عملی بشه توی متعینین بد نیست 14 سکه رب سکه حالا آن... ما یه تعینی هم میکنیم هر کس 14 سکه مرگ کرده شب عروسی ربع سکه از اون 14 سکه رو بده از همون 14 آره. سکه بسیار عالی اینم یه یه روایت دیگه هم بخونم برای شما دیگه رفت توی روایات خیلی خوب که نمود شیر ها از کردن شیر ها و شا نقل میکنه از امام رضا علیه السلام و که انشالله زیارت با معرفت ایشون قسمت همه بشه لو ان رجلا تزوج المرأ و جعل مهرا اشرین الفا مردی بازانی ازدواج میکنه و مهر او رو اشرین الفا بیست هزار درهم قرار میده خیلی بیشتر از مرسون است و جعل لعبی ها اشرت عشرت آلاف ده هزار درهم هم برای پدر دختر قرار میده اکان مهر و این مهر درسته حضرت میگن که و المهر و جائز و لذی جعله لعبی ها فاسد یعنی اون بیس هزار درهم درسته اون ده هزار درهم فاسده یعنی الان به این خانم بیس هزار درهم بدهکاره ولی به باباش بده کار نیست چون از شرعی تو ازدواج پدر ندارد. حق نداره این یه روایت روایت بعدی من ظلم مهرها فهو عند الله زان اینو قبلا گفتم روایتش این بود که هر کس با زنی ازدواج کنه و نیت داره بهش مهریه نده این فراتره این ازدواج کرده بعد از ازدواج ظلم مهره مهرها در دادن مهر ظلم میکنه یا نمیده یا اینکه بخشی از اونو میده کلش رو نمیده یقول الله عز وجل خدا این چنین میفرماد عبدی ای بنده من زوج تو که ام تو که امتی علا اهدی. تو ازدواج اهدی تو با کنیز من ازدواج کردی خب فلم توفه به عهدی تو به عهدان وفا نکردی زلمت امتی به کنیز من تو عبد من کنیز من ظلم کردی فیوخز من حسنات روز قیامت از حسنات مرد حالا مرد رفته حج عمره کار خیر کرده زن تو خونه بوده از حسنات مرد گرفته میشه به اندازه مهریه به زن به حساب زن به نامه اعمال زن واریز میشه فا تبقله و حسن حسناتش تموم شد امر به النار میگن برو جهنم یه مقدار بسوز اون سوختنت بابت ظلمی که در حق یعنی ظلمه در این حد که یعنی شما مهری خانمو ندی بتونی بدی ظلم یعنی کسی که میتونه بده نده دیگه خب اینم هم هست اگه کسی نتونه بده خب بخش بده آقا من نمیتونم هر مقداری که تونستی آره خلی... روز قیامت وکیل و وکیل مدافع این زن خود خداست یعنی نه اینکه گناهی کرده بعد خود خدا اینطور برخورد شدید میکنه و این روایتم هم از سراغ فلاسه ما سه جور دوز داریم سه جور سارق داریم چون ببینید فرهنگ سازی رو جناب آقای موسوی نمیگه مهریه بزن بدید میاره تحت عنوان سرقت سرقت که ممید. امریه ممید. کیا که کیا حتی کیا در جامعه ام. ما هنوز سرقت منکره حلی. سارق و دزد منکره خب میاره تحت عنوان سرقت ببین همینو همین رو تحت عنوان بدهی بیاریم منکر نیست آقا به خانمت بدهکاری بدهی خانمتو بده حتی اگه ندی ظلم کردی بازم هنوز ظلم در جامعه اون سرقت که عنوان بدیه اینجور فرمه آقا کسی که مهر زنشان نده سارق دزد اندلاز قبلی بود زانی ببینید این از اون بدتره چه بسا توی جامعه خدای نکرده در یک و... ممکنه اون اولی قبهش بریزی یا کم بشه اما این سرقت هنوز باقیه فطریه دیگه شما ملک طرف داری تصرف میکنی بدون اذن او از سراق و سلاسه خواهش میکنم از همکارانمون منبری ها کارشناس ها بالای منبر بگن این روایتو. رو. نگن مهریه بدهی بپردازید بگن هر کس من سارقه اندلا سارقه مان از زکات کسی که زکات رو نمیده زکات حق فقراست کشاورزانی که زحمت میکشند، اگر به حد نصاب رسید یک دهم ده یا یک بیستم اینا مال اونها نیست مال فقراست دارن حق فقرا رو میخونن ای کسی متعلق زکات باشه و نده دوم من استدا ندینن و ین و قضاء. کسی که بد... تل... قرض میگیره ولی قصد نداره که این قرض رو ادا کنه سوم مستحل و مهور نسا کسی که محرزن رو برای خودش حلال بدونه و همین که گفتی کی داده کی گرفته حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه توی مجلس میخواستیم پوز بدیم گفتیم مثلا 100 سکه هزار سکه نه این اگر شما نپردازی میشه مستهل مهر نسا و نزد خدا سارق و دوز محسوب میشید خدا انشالله آقابتمون ختم به خیر بکنه و از بلایای های عرضی و سمایی حفظ بکنه ممنون شکرم تمام صحبت ها واضح و مبرهن بود و امیدوارم که در عقیده و فکر اون تجدید نظر بکنیم ممنونم یه فاصله خیلی کوتاه تقدیم شما میکنیم و فکر میکنم لحظات پایانی برنامه است خیلی ممنونم از خدای مهربونی که ما رو به عنوان بندگان خودش انتخاب کرده و در طول روز چند بار ما رو دعوت میکنه تا با او به گفتگو بنشینیم و اوست که سمیع و شنواست از خداوند میخواهم که در بین تمام بندگان خوبش نگاهی هم به ما آبدان خطاکارش بیندازد از همه شما هم التماس دعا دارم سلامت و تندرست باشید در پناه حضرت حق یا علی من.